در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر خبرهایی از حراج گاوهای بالدار هخامنشی در کلیستی تا واکنش هنرمندان به اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره لزوم ممنوعیت ورود ساز به کشور و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. انتخاب برگزیده هفتمین دوره جایزه شعر شاملو. هیئت داوران مرحله دوم هفتمین دوره جایزه شعر احمد شاملو برگزیدگان این جایزه را معرفی کرد و مجموعه شعر کوچه دلفین ها سروده مجب مهرداد با کسب رأی کامل از سوی اکثریت داوران به دلایلی از جمله برخورداری از تصویرهای به یاد ماندنی و گاه تسخیر کننده، ضرب آهنگ شعری پذیرفتنی و گاه نفسگیر، برخورداری از لحن مدرن و طنز لطیف و قوت شعری و دستیابی به زبان و ضرب آهنگ مناسب برای آینه زمانه خیش بودن به عنوان برگزیده این دوره معرفی شد. هیئت داوران همچنین مجموعه های اکسپرسیونیسم غمگین سروده دیار مردانبگی و شیهه سروده میثم متاجی را شایسته تقدیر دانست. کاظم و سادات اشکبری، مهناز رونقی، الیاس علوی، آذر محلوجیان و صالح نجفی هیئت داوران هفتمین دوره جایزه شعر احمد شاملو بودند. تغییر رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی. با حکم رئیس جمهور علیرضا مختارپور قهرودی به مدت 4 سال به عنوان رئیس سازمان اسناد در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. علیرضا مختارپور متولد سال 43 در تهران و فوق لیسانس فلسفه دانشگاه تهران است و بین سالهای 58 تا 71 در بخش‌های مختلف سپاه مسئولیت داشته و به عنوان معاون طرح و برنامه و نظارت واحد تبلیغات و انتشارات ستاد مرکزی سپاه و مسئول برگزاری هفته دفاع مقدس به مدت 3 سال فعالیت کرده است. در کارنامه او سمت‌های نظیر معاونت مطبوعات و وزیر ارشاد در دولت نهم و عضویت در کمیته تبلیغات ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در هیئت عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی و دبیر کلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به چشم می‌خورد. واکنش‌های تند هنرمندان به اظهارات یک نماینده مجلس درباره ساز. سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل، نیر و نمی در مجلس گفت کسی که به دنبال آلات موسیقی و امیال شخصی است از ایران برود. ورود آلات موسیقی به صلاح نیست چون کشور ما کشوری اسلامی است. این اظهار نظر واکنش‌های اعتراضی زیادی را برانگیخت. داریوش پیرنیاکان رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی مقایسه مسئله معیشتی مردم با ورود ساز را نادرست دانسته و خطاب به این نماینده گفته ورود سازها به خاطر تفنن نیست. موسیقی غذای روح است و باید مردمان را داشت باشند و تصمیم گیرنده آن شما نیستید. پیرنیاکان این اظهارات را توهین به جامعه هنری کشور دانسته و گفته شما چه کارید؟ شما نماینده‌ای هستید که با یک رأی در مجلس نشستید و معلوم هم نیست با چند رأی آمده اید. به شما چه ربطی دارد که میگویید کسانی که دنبال موسیقی هستند از کشور بروند؟ طی چند روز اخیر هنرمندان دیگری نیز به اظهار نظر این نماینده مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دادند. حراج گاوهای بالدار هخامنشی در کیستی. حراج کریستی لندن در تازه ترین اقدام خود در فروش آثار تاریخی 3 اثر باستانی قاچاق شده از اینان را در تاریخ 8 دسامبر به حراج گذاشت. 2 پلاک گاو بالدار که یکی از آنها با سر انسان کاملا سالم است و دیگری با شکستگی بخشی از اجزای این اثر باستانی فروخته شده به ترتیب به قیمت 1,900,000 پوند و بیش از 1,650,000 پوند یعنی بیش از 144 میلیارد و 130 میلیون تومان در حراج کریستی به فروش رسیده است. بر اساس اعلام حراج کریستی گاوهای بالدار زرین هخامنشی از حفاری‌های سال 1920 در همدان به دست آمدند. فعالانی که بازار فروش اشیای باستانی در کشورهای دیگر را رصد می‌کنند گفتند که از مدت‌ها قبل موضوع فروش این دو اثر را به اطلاع وزارت میراث فرهنگی ایران رسانده بودند، اما کار خاصی برای جلوگیری از این اقدام و تلاش برای بازگرداندن این دو اثر هخامنشی به کشور انجام نشده است. در گذشته جلال پیشوایان و چند نفر از اهالی فرهنگ. در روزهای گذشته جلال پیشوایان بازیگر با سابقه سینمای ایران در سن 91 سالگی درگذشت. او در بیش از 80 فیلم سینمایی از جمله قیصر، تیغ و ابریشم و ضیافت و اغلب در نقش‌های منفی ایفای نقش کرده بود. همچنین اکبر نحوی استاد دانشگاه شیراز، پژوهشگر، مصحح، شاهنامه پژوه و سعدی شناس 19 آذر در 66 سالگی از دنیا رفت و علی اصغر عبداللهی ناشر پیشکسوت و مدیر مسئول انتشارات دنیای کتاب و بهمن رافعی شاعر پیشکسوت دارفانی را ودا گفتند.